استعفای حریری به قلم سعودی. دبیر کل حزب الله لبنان دقایقی قبل در نطق زندگی تلویزیونی با انتقاد از استعفای نخست وزیر لبنان در خاک کشوری دیگه این استعفا رو غیر شایسته خوند و گفت متن استعفا بیانیه سعودی بود که بهش دیکته شده بود و اون مجبور به استعفا بود و اختیاری از خودش نداشت. سید حسن نصرالله تاکید کرد شکل استعفا نشون دهنده دخالت سعودی ها در امور داخلی لبنانه. دبیر کل حزب الله لبنان از احتمال ارتباط استعفای نخست وزیر با جنگ قدرت بین شاهزاده های سعودی گفت و خاطر نشان کرد هنوز کسی از علت واقعی استعفا چیزی نمیدونه، اما اون چیزی که معلومه اینه که استعفای حریری دلیل داخلی نداشته. از واشنگتن به ریاض، از ریاض به بیروت، پلانی از یک نقشه شوم. اون چه که ریاض با بیروت کرد همون کار واشنگتن با ریاض میکند. واشنگتن دستور میده، ریاض عمل میکنه، ریاض به بیروت دستور میده، سعد حریری عمل میکنه. قسمتی از یک نقشه است علیه ملت های آزاده منطقه، اما مفهوم این کار ناکامی نهایی تصمیم گیرندگان برهم زننده ثبات حاصل از دفع کامل فیزیکی داعش و تروریسم. پیش از این پروسه رو شروع کردن، نیمه راه شکست خوردن، اقلیم کردستان رو رقم زدن، پس از اون موضوع استعفای حریری رو مطرح کردن. حتما مردم هوشیار شامات، لبنان، سوریه و سایر مردم آزاد این منطقه رکورد شکست دیگری رو توی کارنامه اینا ثبت خواهد کرد. اما بشنوید از جدیدترین مورد نقض برجام به روایت رئیس شورای راهبردی روابط خارجی. قطعا نقض پایش برجام هست، چون اینا هم متعهد بودن که شرایطی رو فراهم بکنن که روابط اقتصادی ایران با دنیای غرب بهبود پیدا کنه. این درست برعکس اونه دیگه، در واقع داره روابط اقتصادی روز به روز با مشکلات بیشتری رو برو میشه.